به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، قوادان. قواد یعنی خانم فروش و اینا کارشون خانم فروشیه. امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دزدان دینی یا حکومت دینی دزدان، چون این دزدی ها بر مبنای دین اسلام نو به محمدی است و اینها مجبورند که اولین حکومت الله که دین اسلام ناب محمدی در اون هست و از همه دینا بهتره و اون شاخه‌ای که از این دین اومده بیرون به نام شیعه از همه شاخه‌های دیگه بهتره، گلای درشتری میده، دوزی بهتر میشه توش کرد، سهم امام داره، این رو پایش و قرص و محکم نگه دارند با حمایت الله آسمانی. الله آسمانی به اینا اجازه میده آدم بکشن، دزدی کنن، دروغ بگن، خانم بفروشن، هر فسخ و فجوری در دنیا میخوان بکنن، اون وقت الله آسمانی اینا رو میبره به حوری خونه. در حوری خونه یک جوبای هست، تو عرب شیر مملوله کشینا سرش نمیشده که، جوب اونجا رد میشه توش آبه، به 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 به، حوری هم هست، یه جوب بغلش میره تو شیره، به 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 به، حوری هم هست، یه جوب هم توش عسل میره. حالا عسل چجوری میره ما نمیدونیم، این بالاخره یه جور انقدر این عسل ها زیاده که میره، حوری هم هست چون اینجا حوری خونه هست. و شماها برید آدم بکشید، مالشو بچاپید، غارت کنید، 20% بدین حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که بده به الله، 80% چند بین خودتون قسمت کن. مسئله 20% 80% هم که بارها براتون گفتم، یعنی اگه مثلا اینا میرفتن 1000 تا شتر غارت میکردن، 200 تاش مال شخص حضرت رسول برای یتیمان و درماندگان و بیچارگان و الله و اینا بوده، بقیهش این 800 تاش مال 5000 نفری که بوده. خب میمدن نگاه میکردن، میگفتن خب هر 6 نفری یه دونه شتر برمیداری، شتر رو که نمیشه تیکه تیکه کفته، یه جوری با هم معامله میکردن خلاصه. ولی اصل قضیه اینه که اینا میرفتن و این غارت ها رو میکردن و میومدن، الله رفیقشون بود، میگفت حالا که این کار کردین یا رو کشتین، مالشو خوردین، من میبرم تو حوری خونه، اسمش بهشته. خب این اجازه الله طبقه بالایی واسه اکبر و رهبر و اون سه تا طبیله و سه تا قوه و رئیس جمهور و همه این دزدا، وزراش و وکلاش و آیت الله و جد الاسلام و قاضی و همه این دزدا، اینا مردم رو غارت میکنن، میرن حوری خونه. بعد تو هرچی کار میکنی باز 20%شو باید بدی سهم امام. به کی؟ کدوم امام؟ امام زیر زمینی. یه امام هست زیر زمین 1200 سال رفته زیر زمین داره اونجا لول میخوره، پولاشو بده من بخورم. من هر چقدر اون امام پول بخواد تو بده به من. ببخشید من این یادم رفته بود.
اسم الله چیه؟ اسم امام چیه؟ امام زمونه. کجاست؟ 1200 سال پیش رفت تو سرداب بغل خیک روغن، بعد از زیر نقب زد اومد قوم. حالا قرار شعبه بزنیم همه جاها نقب داشته باشیم، هر چایی میبینی یه امام زمون باید بذاری توش. آخوندم میره صبح تو چاه صبحونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده، صورت نماینده های مجلس رو بردیم پیش امام زمان، امام زمان امضا کرد. صورت دوزیامون رو بردیم، امام زمان تصدیق کرد، گفت خوب دوزیدیم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز شعری میخواستم براتون بخونم و گفتم که سانتایمر گرفتم، آلزایمر گرفتم و یادم رفته. نوشتم هموطن به مناسبت دهه زجر. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاد در خون است. سالگرد منبر و روزه است، سالگرد سرخ خونخاران یغماگر، سالگرد شوم ابلیسان پیروز است. روز آشوب است، روز محکومین و مظلومین خونالود، روز شیطان است، روز خنجر خوردن از پشت است، روز اشک و غربت و زاری است. ناله‌ای خونین به روی سینه‌ات بنشان، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. ملتی که وقتی عکس ها میاد از ایران روی ایمیل ها، بچه ها، یه عکس دیدم، یه بچه 5 ساله یه مقدار خیار ریخته بود جلوش، خواهر 2 سالش هم بغل دستش بود، داشت دست سر گوشه ای میکشید. عکس‌ها بعضی وقتا واقعا منفجر میکنه آدم رو. بچه هایی که تو خیابون افتادن، اصلا همه چیز ما از دستمون رفته، ای لعنت بر این دین. فقط موی زنا بیرون نباشه، مردم مردن که مردند. اکبر دزده میره حوری خونه، علی شیره‌ای میره حوری خونه، این آیت الله های چپ و راست پوفیوز همشون میرن حوری خونه، خالد مشعل اومده حقش رو بگیره. مردم مردند که مردند، 50 میلیون دلار بدین خالد مشعل بره. با دومش گردو میشکنه، کلی میخنده، مرتیکه یه مفخوره چکم گنده. وقتی میاد سراغ این یارو بچه میمونه، میشن این چیچو فرانکو. اون یکی متکی متکا نمیدونم چیچی اسمش، قش کرده بودی عکساشو برای من فرستادن. یه مش دزد تروریست، دزدا با تروریستا، از مردم میدزدن، مردم رو گرسنه نگه میدارن، میدن تروریستا بخورن. مردم مردن که مردن، دین درست باشه، ستون دین درست باشه، بیزه اسلام ترک نخوره.
ای خاک بر سر هرچی آخونده، ای نابود باد این حکومت جهل و جنون، ای خاک بر سر اون علی شیره‌ای. از نظر من فقط و فقط و فقط نادانیه. از من دلگیر نشید، میگم نادانی. برید دم حرم قم ببینین چه خبره، برید دم حرم امام رضا ببینین چه خبره، برید در هر امامزادهی ببینین چه خبره. نادانیه، ندانستن، نفهمیدنه. چند نفری با من تلفن کردن که آقای فاضلی، اون قسمتی که میگی کمک کنید که برنامه از بین نره، تلویزیون پشم شیشه اونو پخش کرده. خب من رو ایر دارم میگم، اگر جرأت داره حرفای منو پخش کنه، همش هم پخش کنه. من که دزدی نمی کنم، من شرف این کار اینه که به مردم میگم شما کمک کنید اگر این برنامه لیاقتش داره. اون بدبخت، اون بیچاره که اسم خودشو هنرمند میذاره میره اونو میسته، برای اینکه یه لقمه نون، یه استخون جلوش پرت کنن، این دومش تکون بده، اونا رو درست میکنه. در ضمن این تبلیغه برای من، برای اینکه مردم میرن ببینن این رضا فاضلی که این یارو نشون میده کیه. شما چرا ناراحت اینیم؟ مگه من کار یواشکی میکنم؟ منو مسخره میکنه؟ شما توقع داشتید جمهوری اسلامی اگر شعور داشته باشه، اگر یک کارگردان با شعور اونجا باشه، میاد از من تعریف میکنه که مردم رو شک بندازه، که مردم فکر کنن من گماشته اونا. اینا بیشعورند. من توقع دیگه ای ندارم. ببینید دوستان، هر چیزی رو با دیده خرد نگاه کنید. جمهوری اسلامی اینجوری آبروشو برده. نمیدونم میتونید اینو بخونید یا نه. یک عدد کلیه بی پلاس، یعنی بی مثبت، به فروش میرسد. شماره تماس 0937 18 366 87. آقای تلویزیون ساز، آقایی که بدبختی که اونجا استخون جلوت میندازن دمت کمدی، اینو نشون بده، اینو نشون بده. این چیزیست که حکومت دینی بعد از 30 سال به من و تو داده. بدبخت، من که وضعم درسته، برو به فکر خودت باش. ببین شب خجالت از خودت نمیکشی؟ تو واقعا اگه شعور داشتی باید میمدی تعریف من نمیکردی، میگفتی این آدم خوبیه که مردم، ولی تو شعور نداری. اگر تو از من تعریف کنی مردم به من شک میارند. من کاری نمی کنم که اون آشغال ها از من تعریف کنند. ببینید دوستان، از این چیزها ناراحت نشید. با دیده خرد، من همش دارم میگم خرد، هر چیزی حساب و کتاب داره، با اون نگاه بهش نگاه کنید. 30 سال این حکومت جهل و جنون رو به سرازیری داره میره. فکر نکنید اینا کسی هستن، ماها کسی نیستیم. ماها تو سری خوریم، ماها ترسوییم، ماها کسی رو نداریم.
و تمام دنیا پشتیبان اینان، برای اینکه ما را به بدبختی بکشونن. آقای دکتر مسعود انصاری یک برنامه اینجا داره در تلویزیون بیداری. یک روز پای صحبتش نشسته بودم، یه حرف بسیار زیبایی زد. گفتم حیفه که این داستانی که این گفته من برای شما نگم. گفت شاعری بود که زیادم خوب بلد نبود شعر بگه، مثل من لاتعالات پشت سر هم میکرد. این رفت زیارت امام اول، امام علی. گفت یا علی، من هیچی برات ندارم، یه خورده شعر برات آوردم. از اون شعرهایی که بعضیا بهش یه چیز دیگه شعر میگن شروع کرد، خوند بار سر علی، یا پایین پای علی، یا بغل دست علی، یا دم اون اونجایی که پا رو درست میکنه، نمیدونم هر تیکه این قبر یه چیزی رو درست میکنه، یه جای این قبر وایساد، قسمت سرطانی وایساد مثلا. شعرها رو که خوند، اتفاقی افتاد، یه دونه از این شیشه ها، کریستال های مال چیز افتاد، فرض کنید رفت تو جیب این شاعر، یا افتاد خورد به این شاعر، افتاد زمین. شاعر اینو برداشت و گفت من این شعرها رو برای علی خوندم و علی به هم سله داد، جار و جنجال و اینا، و مردم گفتن سله علی و این آدمایی هم که عقلشون به چشمشونه و به گوششونه و حرف دیگه نمیخوام راجع بهشون بزنم، اومدن و این رو چون اهدایی مولای متقیان بود که نگین پادشاهی ز کرم دهد گدارا، گرفتن و خریدن و یاروی پول پله خوبی به جیب زد و رفت. یه شاعر خیلی خوب که این رو میشناخت گفت ای بابا، این که اصلا شعر میگفت، این مر میگفت، من برم حالا یه شعر خوب واسه علی اومد تنظیم کرد و یه قصیده بلند بالا و رفت و وایساد اونجا و خوند. نگاه کرد چیزی نیفتاد، دوباره خوند باز دید چیزی نیفتاد، سه باره خوند دید چیزی نیفتاد، پنج شش دفعه خوند، گفت یا علی، اون یارو اومد شعر رو ور گفت، اونو بهش دادی، من شعر به این قشنگی، قصیده به این قرایی وسط خوندم، مثلا محل نمیذاری؟ راستشو بخوای تو شعر سرت نمیشه. و راشو کشید در اومد بیرون. حالا چرا این مسئله گفت آقای انصاری؟ اوباما در هفته پیش روز کلیسا، در کلیسا بحث میکرد راجع به مذاهب، منم شنیدم. اونجایی که شنیدم فهمیدم اوباما راجع به مذهب بته بته، هیچی نمیدونه، نمیدونه مسیحیت چیه، نمیدونه یهودیت چیه، نمیدونه اسلام چیه. مطلقا نشونی هایی که میداد همه عوضی بود. من نمیگم اوباما آدم نفهمیه، اوباما در رشته‌ای که خونده خوب میدونه، تدریس هم میکرده توی بزرگترین دانشگاه دنیا، اما راجب مذهب مثل علی که راجب شعر چیزی نمیفهمیده، اینم راجب مذهب هیچی نمیفهمه. چون گفت تمام مذاهب دنیا راجب صلح و دوستی حرف میزنن، اگه توراتو بخونی به محض اینکه از اون گردش 40 سال خلاص میشن، به اولین شهر که میرسن یهوه میگه برین غارتش کنی. هیچ صلح و دوستی تو هیچ جا نیست، همش جنگه. عیسی دستش به شمشیر نرسید، اونایی که پشت سرش اومدن به اسم اون اومدن حکومت کردن، دنیا رو خونالود کردند.
اسلام با شمشیر و خونالودی و گردن زدن و دریای خون را انداختن و نامردی اومد خودشو معرفی کرد. آقای اوباما اصلا نمیدونه دین یعنی چی. اون که حرفایی که زد از نظر من حرفای مزخرفی بود. خوشبختانه اینجا تو امریکا راحت میتونی بگی. هر روزی هم اوباما بخواد میشینم باش حرف میزنم، بهش ثابت میکنم که مذهبو نمیدونه. و آقای انصاری دست روی این نکته گذاشته بود که همونجور که علی شعر رو نمیفهمه اینم مذهبو نمیفهمه. و چون نمیدونه اینو، حالا نمیدونم مشاورش کیه، مشاور اسلامیش ولی سید ولی نصر، سید ولی نصر، پسر سید حسین نصر، از عربا مشاور گرفته، شناسنامه ایرانی دارن ولی نژادشون عربه، وطن فروشن مثل همه آخوندهای دیگه. استاد دانشگاه میخواد باشه باشه، ولی وطن پرستی رو نمیشناسه، نمیدونه. هر جا میبینی یه دسته جمع شدن، آقای اوباما به ایران حمله نکن. باش چش. حالا اوباما کی میخواسته به ایران حمله کنه؟ اوباما و قرد داره از این گاو شیرده شیر میدوشه. سی سال ما رو تو این بدبختی انداختند، سی سال کمک کردن، سی سال به حماقت ما کمک کردن. سی سال پیش رادیو تلویزیون های اینها می گفتن شاه صبح به صبح میره یه کاسه خون میخوره تا حالش جا بیاد. سی سال آدم میکشن، سازمان ملل مرده، رئیس جمهورای امریکا مردن، وزرای انگلیس نخست وزیراش مردن، فقط و فقط چقدر پول در میاد. اوباما در حرفی که با ایران زد گفت مشتتون رو وا کنین، ما هم دستمون رو دراز میکنیم با هم دست بدیم. شماها نمیدونم هسته ای نسازین، میخواین آدم بکشین بکشین، هر چقدر دلتون میخواد بکشین. ما حقوق بشر رو قرص میخوریم، چشمون هم میذاریم. مردم ایران، هیچ کسی به فکر شماها نیست. آقایی که هی به من ایمیل میزنی، ما گروهی هستیم که میخوایم حرکت کنیم. هر وقت خواستین حرکت کنین، من حرکتتون رو اعلام میکنم. اینجا نوشته اولین اخطار به علی روزخون و محمود افغان به زودی ارسال میشود. منتها 6 صفحه برای من نوشته. مگه من همش چقدر برنامه دارم که این 6 صفحه رو بخونم؟ یا من میخوای سر کار بذاری؟ تو که میدونی من آدم مشکوکیم. کسی میخواد کاری بکنه 4 کلمه مینویسه، حرفاشو میزنه. اون جوانی که از من خواسته بود که رفتم در مازندران بودی، آمل بودی، نمیم کجا، به پیش نماز محلتون گفتی که محمد بی سواد بوده و قرآن رو یه بی سواد نمیتونه میسه. نه عزیزم، محمد خواندن و نوشتن بلد بوده، محمد مشاوران زیادی داشته. امروز سروش هم میگه اینها حرفای محمد، حرفای الله نیست. حالا قبلش از کسی شنیده، کسی براش گفته، یا خودش این ذوق گفتن داشته. شاطر عباس سواد نداشت ولی شعر خیلی قشنگی میگفت. قرآن هم شعرگونه است. دومون که بهت گفته که همه آیه های قرآن ضریب 19 داره، برو از اولین آیه سوره بقره قرآن رو واکن، از اولین آیه ببین 19 است، دومی ببین 19 است، سومی ببین 19 است، چهارمی، همینجور بره یکی یکی. پس بنابراین دروغ بهت گفته. مثل این دین پایش بر مبنای دروغه، از روز اول دروغه.
اگر وعده حوری خونه نبود این دین همون روز از بین میرفت. اگر شمشیر نبود، شمشیر علی، شمشیر خالد ابن ولید نبود، اون سیف الله بود، این اسد الله بود. هر کسی بیشتر آدم میکشت درجهش میرفت بالا. این همین حکومت دینی که الان ما داریم، تمام کسانی که به جای رسیدن حتما آدم کشیشون زیادتر از آدم های دیگه بوده. بزرگترین افتخار رفسنجانی اینی که میگه زمان شاه من خودم اسلحه درست کردم برای ترور. اینا همه تروریستن، همه آدم کشن. در زمان محمد هر کسی مخالفت میکرد الله ناراحت میشد. برای رضایت الله یه نفر باید میرفت یارو رو خفه میکرد. حالا آخوند محلتون هر غلطی میخواد بکنه بره بکنه. در قسمتی که ببخشید سوالی که از من میکنید که چرا من این راه رو برخلاف کسان دیگه گرفتم و فقط و فقط از این راه میرم، خیلی ها این سوال رو از من میکنن چرا؟ میگن چرا تو نمیری مثلا سیاسی حرف بزنی؟ برای که من سیاست نمیفهمم. برای اینکه سیاست یعنی دروغگویی. دین دروغگوییه، سیاست از دین دروغگویی تره. حالا آخوندی که دینیه بیاد سیاسی بشه دروغن در دروغ میشه. شما تمام اخباری رو که از تلویزیون های خارج از کشور میشنوید، فرض کنید تلویزیون پارس که میاد، گوش بدید به اخبارش، ببینید این اخبار رو دو روز پیش شما یا تو سایت های ایران خوندین یا روزنامه های ایران نوشتن یا تلویزیون ایران گفته. من کاری ندارم که به این که من نمیگم نورالدین ثابت ایمانی رو ایران حقوقشو میده، نه، زحمت میکشه. کسی که این اخبار رو تنظیم میکنه که ایشون بخونه، اون محلی رو که میره دنبالش محلی است که از ایران اومده بیرون. یادتونه یه وقتی چه علمشنگه ای راجع به گنجی را انداخته بودن؟ اینا رو درست میکنن، پرتش میکنن تو کاسه ما، نه مستقیم دولت بگه. یه نفر میاد ایمیل میکنه، یه عکس هم میندازه گنجی اینجوریه، یه عکس میندازه اینجوریه، یه عکس میندازه ریش داره، یه عکس میندازه اینجوریه. عکس ها رو میرن روتوش میکنن، درست میکنن. وزارت اطلاعات آدم داره برای این کارا، این آدم رو میفرستن پلوی ما. عکساشو اول معروفش میکنن تو دنیا، مسعود بهنودو اول زندان میکنن، بعد میفرستن تو بی بی سی کاراشونو انجام بده. اینهایی که از ایران فرار کردن اومدن بیرون، همه بسته بندی شده اومدن بیرون. شما برید آقای عباس فخرآور رو پاسپورتشو نگاه کنید، خروجی جمهوری اسلامی خورده اومده بیرون. این یارو سازگارا رو بسته بندی کردن، فرستادن واشنگتن، خرجش هم دارن میدن. وایس اف آمریکا هم چون یه سرش به اون ور بنده، ایشون میره اونجا پول میگیره. وبلاگ نویس این یارو که مسئول سایت رفسنجانی بوده، از ایران اومده بیرون کارمند وایس اف آمریکا شده. ویزا و ایناش هم خود وزارت امور خارجه میگیره. اینی که من حریف این سیاست نمیشم، اذعانم دارم، مثل اونا نیستم که هی اشتباه بکنن، هی بگن نه یکی دیگه تقصیر اونا بود، تقصیر اونا بود. نه آقا جان،
شماها اخباری رو که از تلویزیون ها و رادیوهای ایرانی میشنوید، این اخبار 80% از ایران میاد، اون 20% اینجا اتفاق میفته، اگه به ضرر ایران باشه نمیگن. یعنی میگن اوباما انتخاب شد، بهش میگی چرا نمیگی؟ میگه آخه اخبار باید بی‌طرف باشه. پس چرا اونا رو میگی؟ خب اون اخبار مملکت باید بگیم. حالا او دلش میخواد اون کار رو بکنه، من نمیتونم اعتراضی بکنم، ولی من توی اون دام دیگه نمیفتم، من دیگه مبلغ اکبر گنجی نمیشم. مبلغ اکبر گنجی اینجا معلومه کیه، و اونم هم بیرونم باشه باهاش مصاحبه میکنه، تو زندانم باشه باهاش مصاحبه میکنه، نمیدونم الان که رفته یه جا قایم شدم باهاش او پیداش میکنه مصاحبه میکنه، روابط هست. ما خیلی از گوینده هامون برای حکومت دینی کار میکنند، منتها کراوات میزنن و یا دو تا چیزم میگن بعدم میگن، اما کارشون اینه. اینی که دارم میگم یه عدهشون خود شماها بهتر از من میشناسید، یه عده هستن که برملا اصلا راحت آگهیاشون هم از تهران میاد، اونا تکلیفشون روشنه، حتی من میگم خدا باباشون هم بیامرزه، برای اینکه تکلیف من با اونا روشنه. میگن سیاسی هم نیستیم، ولی اون روزی که حکومت دینی بخواد جنجال را بندازه اینا فوری سیاسی میشن. یاداوریتون بکنم یه پسره بود طباطبایی توی UCLA شلوغکاری را انداخته بود، رادیو و دوتا تلویزیون اینجا اینا خب خودشون نشون دادن کیان، یک شر و شوری را انداختن، یک وضعیتی یکی تلفن کرد گفتش بچه منو بردن تو زیرزمین نمیدونم آب بهش بستن، یک حرفایی زدن فرداشم تموم شد. جنجال میخواستن بکنن که در ایران بگن در امریکا هم دانشجوها رو اذیت میکنن، بعد پیدا شد که بنیاد ایمان خرج اون آقای طباطبایی رو داره میده، شهریهش رو میده، و اصلا اومده بود مأمور این کار بود، بچه هم رفت تموم شد، ولی یه مشت آدم رو سر کار گذاشتند. ما گفتیم بده شدیم، ما اگر هر وقت حرف حساب بزنی بده میشی، چون ملت ما با چشم و گوششون قضاوت میکنند، با چشم و گوش قضاوت کردیم که این حکومت نحس کثافت رو برداشتیم و بردیم ایران، با چشم و گوش قضاوت میکنیم که انتری نژاد میشه رئیس جمهور، با چشم و گوش قضاوت میکنیم که دوباره به محمد هفرنگ محمد خاتمی میریم رأی میدیم، بعدش هم همش شکایت داریم، همه کارا رو میگیم یه نفر دیگه بکنه برامون انجام بده، ما اینجا بشینیم و بعد لذتشو ببریم. هم چیزی نمیشه. اگر این راه رو بریم، الان 5 میلیون معتاد داریم، 5 سال دیگه میشه 20 میلیون، ضریب پیدا میکنه. اگر به بچه هاتون نرسید همین میشه، اگر همه چیز رو ول کنید همین میشه. در هیچ کجای دنیا دولت نقابدار درست نمی کنه که مردمشو بزنن. این فقط دینه، اینا دستور دینه، از دین از صدر اسلام یاد گرفتن که این کارا رو انجام بدن، و الان دارن طابق و نعل به میخ اون کارا رو انجام میدن. جوابو که دادم یک نکتش موند، ما به دنبال درد نمیگردیم، به دنبال مسکن میگردیم، به دنبال معالجه نیستیم.
هر کدوممون توی مغزمون یه بوتی رو داریم میگیم اون میاد درست میکنه. اونم که تو ایرانه منتظر بوت امام زمانیه. در خارج از کشور بوتی نیست که برای شماها کار کنه. اینو هزاران بار گفتم. آقای که توی اسمت وطن داره، اگر حقیقت میگی، اگر واقعا میخوای کاری بکنی، این همه میشینی مینویسی، به من بگو تو کی هستی، چی کار میخوای بکنی، و اگر به من اطمینان نداری خیلی بیجا میکنی از من میخوای استفاده کنی. به همین سادگی ماشینت وقتی خراب میشه نفهمی چشه، میبری پیش مکانیک. مکانیک های اون وقتا از موتور پیاده میکردن، میرسیدن به باک، میدیدن بنزین نداره. امروز وصلش میکنن به کامپیوتر، کامپیوتر میگه ای بشینه. خودت مریض میشی میری دکتر. دکترای اون وقت آزمایشگاهشون تو بودی، چهار تخمه میداد و فلوس میداد و چهار گل میداد و تنقیه میداد و اینا رو. امروز خونتو میگیره میده آزمایشگاه، آزمایشگاه میگه مرضت چیه، درد رو تشخیص میده، بعد درمان میکنه. ما ایرانی ها هنوز داریم اونجا زندگی میکنیم که دکتر فلوس میداد. از نظر دینمون خیلی عقبتریم. تو صحرای عربستون 1400 سال پیش زندگی میکنیم. وقتی میخوایم با خدامون حرف بزنیم زبون خودمون یادمون میره، یه زبونی حرف میزنیم که نمیفهمیم. یک ایمیلی برای من اومده بود، ما هم همیشه ایمیل ها رو جا میذاریم این برام بر نه پیدا شد. میگه اگر من جای خدا بودم همون یک لحظه اول به همه میگفتم که من اصلا وجود ندارم، برید مثل آدم زندگیتون رو بکنین، انقدر داستان و شعر درست نکنید. خودتون منو درست کردین که کاسبی کنین و سر هم دیگه کلا بذارید، چرا پای منو وسط میکشین؟ اگه من خدا بودم چرا موسی رو بفرستم بگم شنبه رو تعطیل کن، عیسی رو بفرستم بگم یه شنبه رو تعطیل کن، محمد رو بفرستم بگم جمعه رو تعطیل کن؟ خیلی ساده است. قرآن تو اگه بخونیم میبینی که الله هم موسی رو قبول داره هم عیسی رو، و در خیلی جاهای قرآن میگه اینا رو من فرستادم. به یکیشون گفتم شنبه روز تعطیلیه، من هفت روز کار کردم روز شنبه استراحت کردم. به یکیشون گفتم روز یه شنبه تعطیلیه، به یکیشون هم گفتم جمعه تعطیلیه. میدونی چرا در دین مسیحیت یک شنبه تعطیله؟ آیین مهر، کیش مهر به این روز میگه روز خورشید. در پارسی ما میگیم مهرشید، در انگلیسی میگن سان دی، آلمانا میگن زون تاگ. خب یه خورده فکر کنیم، مگه عیسی یهودی نبود؟ عیسی که نگفت شنبه رو بکنی یه شنبه، چی گفت؟ هیچ مسیحی نمیخواد اینو بدونه. موقعی که دین مسیح داشت پخش میشد بین مردم در اروپا، اونم به خاطر اینکه حاکم یونان گفتش که
این انجیل رو بدین منم بخونم، بعد دید نمیتونه بخونه، گفت ترجمهش کنید به یونانی. هنوزم که هنوزه کشیشا انجیل رو یونانی میخونن. مگه مسیح یونانی بود؟ مگه حواریونش یونانی بودن؟ مگه پولس مقدس یونانی بود؟ دیدن اگه عبری بخوان بخونن بدهکار میشن. اومدن یونانیش گفتن ما از شماها سوایی. بعد آیین مهر رو برداشتن قاطی کردن. در آیین مهر، مهر از یک دو تا مهر ما داریم. یه مهر داریم که قبل از زرتشته، یه مهری داریم که 272 قبل از میلاد مسیحه. این مهر مادرش که آناهیتاس در دریاچه حامله میشه و مهر از یک زن باکره در یک غار به دنیا میاد. برای همینه که معبد همه مهریا در غاره. اون گاو رو هم در غار میکشه و سه تا پادشاه میرن به دیدنش. قصه ای که برای عیسی درست کردند از یک زن باکره در یک استبل، محل نگهداری گوسفندان که هوا گرم بوده و گوسفندان بیرون بودن، به دنیا میاد و سه تا مرد بزرگ مذهبی میرن به دیدنش. آخه یکی از اون یکی کپی کرده. ببینید خیلی خیلی ساده است فهمیدن این چیزا. چطور شد عیسای یهودی که به یهودیان اعتراض میکرد، میگفت دین رو بازیچه قرار دادید و دنبال حرفای موسی نمیرید، یه مرتبه شنبه رو کرد یه شنبه. همش دکونه، تجارت خونه، پول در آوردنه. از هیچ راهی به جز مذهب نمیشه انقدر پول در آورد. هیچ سازمانی در دنیا به اندازه واتیکان پول نداره. تمام اماکن مذهبی ما فقط با طلا باید درست بشه. آخه چرا این همه طلا باید خرج بشه بی خودی؟ برای اینکه آخوند میخواد بخوره، برای اینکه آخوند میخواد ابهت درست کنه، سر تو کلا بذاره. میگه چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را، این میگه اگه جای خدا بودم، چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را در کلیسا بنوشد و مسلمان به جای شراب شلاق بخورد؟ چرا من دو رقم خدا باشم؟ اگر من وجود داشتم و اینقدر مهربان بودم که همه دینها میگویند، چرا بیشتر تلفات تاریخ و جنگها در تاریخ با نام دین و انجام تکالیف دینی و هدایت مردم و بردن مردم به بهشت صورت گرفته است؟ اگر من وجود داشتم و اینقدر مهربان بودم، چرا این اتفاقات افتاده؟ اگر من خدا بودم، چرا این همه آدم کج و معوج به اسم من روی زمین خدایی می کردند و کلید بهشت می فروشند و یا دنیا را برای مخلوقات من تبدیل به جهنم کردند و من خفقان می گرفتم و می موندم؟ به خردتون مراجعه کنید. خدایی که به عبادت محتاج باشد، خدایی که قسم بخورد جهنمش را از نافرمانان پر می کند، خدایی که فقط محبان علی را به بهشت راه بدهد و بقیه پیغمبرانش بشوند زرشک، خدایی که می گوید زمین آزمایشگاه است و آدمها موش آزمایشگاهی و تمام آنچه که در زمین حرام کرده را در بهشت وعده می دهد، من نیستم. اصلا من نیستم. بروید مغزتان را به کار ببرید.
و بی خود بی ارزگی هایتان را به اسم این که من چیزی می دانم که شما نمی دانید نگذارید. اگر نمی توانید از پس گردن کلفت هایتان بر بیایید، چرا پای من را وسط می کشید؟ نه خیر، قرار نیست من در آن دنیا حساب لات و لوت های دنیا را برسم. این لات و لوت ها این کارا رو می کنن برن حوری خونه. اگر عرضه دارید خودتان از خجالتشان در بیایید و علکی خودتان را بچه مثبت‌های بی عرضه بهشت معرفی نکنید. این از اون چیزهای اصطلاحات جدید ایران، بچه مثبت. یعنی چی؟ دست رو دست می‌گذارید، من منتظر فلان و بهمان می‌شوید. آقا جان قرار نیست کسی بفرستم. مفهوم شد، توی پرانتز یه چیز دیگه ای نوشته، یعنی شیر فهم شد یا نه. همه شماها چند میلیاردی سلول خاکستری در آن مغزتان دارید، به کارش ببرید و به جای تسبیح استخاره انداختن از این سلول ها استفاده کنید تا آنها فاسد نشوند. اگر در قدرت طلبی و فریبکاری روی مزرعه حیوانات را هم سفید کرده اید و به همه دنیا گند زده اید، چرا میگویید آنها قضا و قدر من است؟ یعنی اگر خدا بودم اندازه مدیر گوگل هم عرضه نداشتم یک دم و دستگاه درست حسابی را بندازم که هم کارمندش راضی باشه هم مصرف کنندش؟ چقدر قشنگ گفته خدا قد مدیر گوگل هم عرضه نداره، چون مدیر گوگل یا مدیر فدرال اکسپرس هم مردمی که باهاش کار میکنن ازش راضی هستن، هم کارمندی که براش کار میکنه، ولی این خدا فقط با قاتلان هم کاری میکنه، چون این خدا رو قاتلان ساختند. هر وقت کسی گفت من پیغمبرم و از جانب خدا آمدم، دروغ گفت. سنگ نشدم ها، سنگ نشدم ها، برو تو بترس از سنگ شدنت. شما یک بار در این گوگل ساینین کنید تا دو هفته بس است، لازم نیست روزی چند بار جلویش دلا بشوید، خم بشوید، راست بشوید و هزار خواهش تمنا بکنید تا وضع دعا و نفرین هایتان هم تا سرویس هایش مثل ساعت کار کند. یه ساینین میکنی، کارت انجام میدی، سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، عجب خدای محتاجیه، عجب خدای بدبختیه که روز 17 دفعه باید بری پایین، روز 34 دفعه باید سجده کنی. سر زمین تا هوا. آخه این خدا فکر نکرده در دنیا قزوین هم وجود داره؟ وضع دعا و نفرین هایتان از همه بدتر است. بهتان گفته باشم که 99.99% این ادعاها اسپم است. میدونید وقتی ایمیل بفرستید و ایمیلتون رو مورد توجه نباشه اسپم میشه و اصلا شما نمیبینیش و اصلا در میل باکس من ظاهر نمیشود. تازه اگه باشم، آخه یعنی چی خدایا همه را خوشبخت کن، یا خدایا خشتک رئیسم تو اداره پاره بشه تا دلم خنک بشه، یا خدایا کاری کن که فلانی با در کردنم رو نشنیده باشه. بروید خودتان را هم بکشید و زندگیتان را به دست بگیرید. خلاصه این که من نیستم، من را قاطی این بازی ها نکنید. بروید دکان و دستگاهتان را در جای دیگر باز کنید. حالا باز برو پیش آخونده، آخونده بگه
آیه فلان تمام آیه های قرآن 19 است، تو هم بیا واسه من ایمیل بده. برو دنبال اصل قضیه، دنبال 19ی 19 چیه؟ 18 چیه؟ اینا دکونه، خود الله دکونه، خود قرآن دکونه، خود محمد دکونه، اینا محل کاسبیه. اگر نمیبینی با واقعا کوری دیگه که نمیبینی. تو اون مملکت ببین چی داره به سرت میاد. تو باز برو کاغذه رو لوله کن بندازش توی چاه. آخه بابا تنها چیزی که به ما یاد دادن، کدوم عربه با کدوم عربه دعوا داشته، کدوم عربه کدوم عربه رو کشته، کدوم عربه مال کدوم عربه رو خورده، کی 1400 سال پیش، به من چه؟ یه مش عرب ریختن سر پول دعواشون شد، همین کاری که الان این آخونده ها شیخ ها دارن با هم میکنن، اینا سر پول دعواشونه. من برم رئیس جمهور بشم، اصلاح طلبم، من نوریم، من کوریم، من بابا غوریم، اینا همه دعوای پوله. به جز عمر و ابوبکر همه صدر اسلام دنبال اسکناس بودن. عثمان یکی از ثروتمندان معروف بود، علی یکی از ثروتمندان معروف بود، محمد وقتی مرد سر ارثش ابوبکر با فاطمه دعوا شد. دکونه دکونه دکونه، همش برای پول درآوردنه. وقتی خدیجه مرد همه زندگیش از بین رفته بود. عبدالمطلب گرسنه مرد، ببخشید ابی طالب پدر علی، علی در مدینه برای یهودیان آب کشی می کرد، روزی 16 تا 18 تا خرما می گرفت، می رفت قسمت می کرد، خودش و محمد با این زندگی می کردن 2 سال. و بعد همین علی نگین پادشاهی ز کرم دهد گدا را، از کجا آورده؟ مال کیا دزدیده؟ مال کیا بلند کرده؟ از هوا افتاده؟ یا فرش بهارستان رو فروختن؟ یا 300,000 بانوی ایرانی رو بردن توی بازار مدینه فروختند بعد از کامجویی ازشون؟ اگه نمیخوای بیدار بشی نشو. اگر اینایی که من دارم میخونم یاسینه، اصلا فراموش کن، از جلوی تلویزیون برو کنار، بذار یه کسی که حرف منو میفهمه بشینه و گوش بده. تو برو سرتو بذار زمین تحت و هوا کن که ببرن توری خونه. من حرفم حرف خرده و جز خرد حرف دیگه ای نمیزنم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.